سلام به همه آبیا، اس‌اس‌یا، تاجیا و همه ایرانیا و فارسی زبانای جهان. به کانال خودتون خوش اومدین. بریم با همدیگه بازی جذاب و دیدنی ایران و آرژانتین رو تحلیل کنیم که شیشتاییشون کردیم و رفتیم بالا. تو روز سوم مسابقات جام جهانی فوتبال ساحلی دور دوم گروه اول و دوم برگزار میشد که ما توی گروه دوم قرار داریم. اول گروه یک رو میگم و بررسی میکنیم که چه اتفاقاتی افتاده، بعدم سراغ گروه دو بازی ایران و آرژانتین میریم. توی گروه اول ایتالیا، امارات، مصر و آمریکا حضور داشتن که تو ویدیوی قبلی که دور اول تموم شده بود و من پیش بینی کردم گفتم که ایتالیا و امارات احتمالاً از گروه اول صعود میکنن و دقیقاً هم پیش بینیم درست در اومد. تو روز اول مسابقات ایتالیا 3-1 آمریکا رو برده بود و امارات 2-1 مصر رو برده بود. تو روز دوم که امروز بود برای اون گروه این اتفاقات افتاد. ایتالیا تونست 6-2 مصر رو ببره و صعودش رو مرحله بعدی قطعی کنه. اون اول 1-1 جلو افتادن، بعد بازی 1-1 شد، بعدش 3-1 جلو افتادن و مصری ها تونستن 3-2 کنن و بعد دیگه شیرازشون اصلا پاشید و 6-2 باختن. و جالبه که 6 تا گل ایتالیا رو هم 6 نفره متفاوت زدن که به نظر من خیلی جالب بود و ایتالیا با این پیروزی که به دست آورد 6 امتیازی شد، چون هر دوتا بازی شو توی همون 3 تا تایم 12 دقیقه‌ای برد و 3 امتیاز کامل رو گرفته. بازی دوم این گروه خیلی جذاب بود. بازی امارات و آمریکا یه بازی پرفراز و نشیب جذاب بود. تو وقت اول گل نداشت، تو وقت دوم امارات 2 تا گل زد و 2-0 جلو بود، اما تونستن آمریکایی‌ها برگردن. در حالی که 47 ثانیه مونده بود که بازی تموم شه، اونا یه گل زده بودن، یه گل دیگه هم زدن و بازی رو 2-2 مساوی کردن و بازی وقتای اضافه کشیده شد که تو وقتای اضافه فقط 2 ثانیه مونده بود که وقت تموم بشه که اماراتیا گل سوم رو زدن و تونستن 3-2 آمریکا رو ببرن و از اونجایی که تو وقتای اضافه بردن 2 امتیاز گرفتن و به این ترتیب جدول گروهشون شده ایتالیای 6 امتیازه، امارات 5 امتیازه، آمریکای 0 امتیازه و مصر 0 امتیازه و صعود ایتالیا و امارات به دور بعدی قطعی شده. حالا تو روز آخر ایتالیا و امارات برای سرگروهی به دیدار هم میرن که خب ایتالیا سطحش از امارات خیلی بالاتره و بازی دوم هم آمریکا و مصر که تأثیری برای صعود نداره و یه جورای حیثیتی برای خودشون بازی میکنن. اما بازی ایتالیا و امارات فوق‌العاده برای ما ایرانی‌ها مهمه، چون که ما که الان صعود کردیم و اونا هم صعود میکنن، این دو تیم سرگروه بشیم به دوم این گروه میخوریم، دوم بشیم به سرگروه این گروه میخوریم و تازه باید یه نیم نگاهی هم به نیمه نهایی داشته باشیم. حالا تو گروه ایران چه اتفاقی افتاد؟ تو گروه ایران تو روز اول تاهیتی تونسته بود 4-3 آرژانتین رو ببره و ما توی بازی بسیار جذاب و دیدنی یه سوپر کامبک به اسپانیا زدیم و بازی رو 6-6 مساوی کردیم و آخر سر هم تو پنالتی اونا رو بردیم که ویدیوشو ساختم، بهتون توصیه میکنم برین اون ویدیو رو ببینین و حسابی از بازی ایران و اسپانیا لذت ببرین. از اونجایی که ما تو ضربات پنالتی برده بودیم 1 امتیاز گرفته بودیم و تاهیتی چون تونسته بود تو وقت قانونی بازیشو ببره 3 امتیازو گرفته بود و اونا 3 بودن، ما 1 بودیم و 2 تا تیم 0 امتیازی. من پیش بینی کرده بودم که احتمالاً تاهیتی و اسپانیا بازی نزدیکی دارن ولی فکر میکردم تاهیتی ببره و گفتم ایران قطعاً آرژانتینو میبره و دقیقاً پیش بینیای من درست در اومد. اولاً تاهیتی تونست 5-3 اسپانیا رو ببره. جالب بود که اول اسپانیا 2-0 جلو افتاد، بعدش تاهیتی 4-2 جلو افتاد، بعد اسپانیا 4-3 کرد و در نهایت هم تاهیتی 5-3 بازی رو برد. نکته جالب توجه بازی این بود که هر 5 تا گل تاهیتی رو یه بازیکن زده به اسم سالم که تو بازی قبلی هم 2 تا گل زده بوده و الان آقای گل مسابقاته. میگم تو فوتبال ساحلی خیلی مهمه که یه ستاره‌ای داشته باشی که بازی‌ها رو برات در بیاره، که محمد مختاری ما هم یه همچین خصوصیتی داره که 4 تا گل بازی قبل به اسپانیا زد، 2 تا هم امروز به آرژانتین زد و اونم 6 گل است. جالبه که 3 تا گل اسپانیا رو هم یه نفر زد، یعنی انگار این 2 تا داشتن با هم مسابقه میدادن و بازی 5-3 شد. با توجه به نتیجه که تاهیتی به دست آورد و هر 2 تا بازیش هم توی وقتای قانونی برده بود، پس 6 امتیازی شده و سرگروهه. بنابراین تاهیتی رو ما فعلا صدرنشین گروه داشتیم و بازی ایران و آرژانتین شروع شد که ما تونستیم تو وقت قانونی آرژانتین رو 6-3 شکست بدیم و 3 امتیاز بگیریم و 4 امتیازی بشیم و حالا تاهیتی 6 امتیاز داره، ایران 4 امتیاز، آرژانتین 0 امتیاز و اسپانیا هم 0 امتیاز و خب صعود ما و
تاهیتی به دور بعد قطعی شده و تو روز آخر ما باید به دیدار تاهیتی بریم برای سرگروهی، آرژانتین و اسپانیا برای یه دیدار حیثیتی به دیدار همدیگه میرن. نکته خیلی مهم اینه که بازی با ایران و تاهیتی یه ویژگی خیلی خاصی داره. ما اگر تاهیتی رو ببریم سرگروه میشیم. تو گروه اول من فکر میکنم ایتالیا امارات رو به راحتی میبره و ایتالیا سرگروه میشه، امارات دوم. اگه ما تو گروهمون سرگروه بشیم توی یک چهارم میخوریم به امارات که به راحتی امارات رو میبریم، اما تو نیمه نهایی میخوریم به سرگروه گروه برزیل و پرتغال که من فکر میکنم پرتغال باشه و فوق العاده نیمه نهایی سختیه. اما اگر تو گروهمون دوم بشیم یه بازی یک چهارم سخت با ایتالیا خواهیم داشت، ولی اگر بتونیم ایتالیا رو ببریم احتمالاً نیمه نهایی ساده تری خواهیم داشت و میتونیم به فینال برسیم برای اولین بار تو تاریخ خودمون، که حالا باید ببینیم که تیم ملی و کادر فنی و حتی توانایی بازیکنان مقابل تاهیتی چه چیزی رو میخواد، چون شاید خود تاهیتی هم تشخیص بده که دوم بشن بهتره تا به پرتغال تا فینال نخورن. خود تاهیتی تا حالا دو بار نایب قهرمان شده و راه تا فینال رفتن و بلده. حالا باید ببینیم تو روز آخر بازی ایران تاهیتی چی میشه. اما تو بازی ایران و آرژانتین چی شد؟ ما وقت اول رو 3-1 بردیم، وقت دوم و آرژانتینیا 1-0 بردن و بازی 3-2 شد و تو وقت آخرم بازم ما 3-1 بردیم و در کل تونستیم 6-3 بریم. ما تو تمام وقتا فقط یه گل خوردیم و این به نظر من کیفیت بالای بازیکنهای ایران رو نشون میده. اولین گل بازی با پاس دروازه‌بان مود و یه گل آکروباتیک از محمد مختاری، کسی که بازی قبلی هم 4 تا گل برامون زده بود به اسپانیا، اینجا گل اول تیم ملی رو زد و بازی رو 1-0 جلو افتادیم. چند دقیقه بعد یه شوت بسیار سنگین از حمید بهزادپور دروازه‌بانمون که توپ به تیرک خورد و اومد پایین و توی دروازه رفت و بیرون اومد و مختاری توپو تبدیل به گل کرد. اما گلی که من نگاه کردم تو سایت فیفا به اسم همون بهزادپور زدن و دروازه‌بانمون عملاً گل دومو زد. چند دقیقه بعدش یه سوپر گل دیدیم از رضا امیری. توپو براش فرستادن، یه استوپ سینه، بعد یه روپایی با رون پا، بعدش با ضربه سر بلندتر و یه برگردون دیدنی و گل سوم. 3-0 از آرژانتین جلو افتادیم و دیگه معلوم بود که آرژانتینیا رقیب ما نیستن. اما آرژانتینیا تونستن به بازی برگردن و لحظات پایانی همون وقت اول یه شوت زدن که یه به ماسه ها خورد و پله شد و از بالا سر دروازه‌بانمون وارد دروازه شد و بازی 3-1 تموم شد تو وقت اول. تو وقت دوم آرژانتینیا یه پنالتی گیرشون اومد و همون پنالتی رو هم تبدیل به گل کردن و بازی 3-2 شد و یه جورایی به ما نزدیک شدن و احساس کردن که میتونن به ما ایرانیا برسن. اما ذهی خیال باطل، آرژانتین اصلا در حد ما نیست تو فوتبال ساحلی و تو وقت سوم اینو بهشون نشون دادیم. یه پاس عالی با ضربه سر و یه برگردون تماشایی از محمد مختاری بازی رو 4-2 کرد برای ایران. هر موقع بازی ایران گره بخوره محمد مختاری پیداش میشه و گره بازی رو باز میکنه. بازی 4-2 شد و بعدش یه گل دیگه خوردیم و بازی 4-3 شد. یه توپی که پنالتی نبود ولی خب دیدین خطا که میگیرن توی فوتبال ساحلی جلوش کسی وای نمیسته و خب یه چیزی شبیه پنالتی میشه، اما دروازه‌بان اجازه داره که حرکت کنه به سمت توپ بیاد، ولی خب توپ وارد دروازه شد و بازی 4-3 شد. تو ادامه موحد محمدپور یه دریبل قشنگ دفاع آرژانتین رو زد و با پای چپ یه ضربه دقیق گذاشت گوش دروازه آرژانتین و بازی رو 5-3 کرد. چند دقیقه بعدش هم یه اوت سریع انداختیم و یه گل تمیز از علی میرشکاری بازی رو 6-3 کرد برای ایران. تونستیم 6-3 آرژانتین رو ببریم و مقتدرانه به جمع 8 تیم برتر جام جهانی فوتبال ساحلی برسیم. من که از بازی خیلی لذت بردم، مطمئنم کسایی هم که فوتبال رو دیدن حسابی کیف کردن، به خاطر اینکه تیم ملی نشون داد یه کیفیت بسیار بالایی نسبت به بقیه تیم‌ها داره و اسمایی که مثلا تو فوتبال میشناسیم که میگیم فوق‌العاده‌ن و مثلا آرژانتین، برزیل، فلان، اینا اصلا در حد تیم ملی ایران نیستن. بازیمون با اسپانیا هم گره اشتباهی خورد، یعنی نمیدونم دست کم گرفتیم یا طول کشید که به کوران مسابقات بیایم، یه مقداری ازشون عقب افتادیم که تونستیم یه کامبک فوق‌العاده بزنیم. اما این بازی که از اول مسلط و با قدرت شروع کردیم خیلی راحت تونستیم آرژانتینیا رو ببریم و مثلا در حدی نبودن که شانس داشته باشن ما رو ببرن. فعلا که دوتا بازیمون رو بردیم به مرحله بعدی صعود کردیم و حالا باید ببینیم که بازیمون با تاهیتی چطور میشه و کادر فنی تصمیم میگیره که به ایتالیا بخوره تا نیمه نهایی ساده‌ای داشته باشه، یا سرگروه بشیم و به امارات بخوریم یک چهارم راحتی داشته باشیم و به چهارتا قطعا برسیم و یه نیمه نهایی احتمالا سخت
با پرتغال داشته باشیم. بعد ببینیم چه اتفاقاتی در آینده میفته و چطور میشه.